و همراه هستیم با مهدی مهتبی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. خوش آمدین آقای مهتبی آزاد. سپاه با چه هدفی به قول خودشون قصد داره که مرزبانی از اینترنت رو به نیروهای اطلاعاتی و مسلح بسپاره؟ بعد اول بهتون بگم که این طرح واگذاری در واقع اینترنت ایران به نیروهای مسلح، به ظاهر میگن ستاد کل نیروهای مسلح، اما در واقع منظورشون به سپاه و اطلاعات سپاه هست. یه تریس بوده 3-4 سال، شاید بیشتر، از سال 97 به صورت خیلی روشن توسط جناح تندرو و نمایندگان وزارت اطلاعات، نمایندگان سپاه در مجلس یا وابستگان به سازمان های اطلاعاتی سپاه دور دنبال میشه. یکی از کسانی که تو این زمینه خیلی روشن حرف زده کسی به نام آقای رائفی پور که در واقع نماینده تئوری توته، جریان توهم توته در ایران هست، نزدیک هست به بخشی از در واقع بخشی از جریان ترک شده اطلاعات سپاه پاسداران. سال 1997 فکر کنم در آبان ماه بود یا در پاییز 97 نصرالله پژمانفر که باز یک روحانی نزدیک به جبهه پایداری است، اصلا یک طرحی برد به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل داد. طرحی که در واقع معنیش هم بود، منظورش همین بود که گذرگاه‌های اینترنتی و کنترل در واقع اینترنت در ایران به دست نیروهای مسلح سپرده بشه. یکی از در واقع مغلطه‌هایی که اونها میکنن بحث اینترنت در آمریکا هست. میدید خب اینترنت اساسا یک چیزی بود که پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، بخش نظامی آمریکا اون رو ساختن. در ابتدا قرار بود یه روش ارتباطی نظامی باشه برای آمریکا، ولی خب بعداً جهانگیر شد و بخش خصوصی و غیره. اینجا مغلطه میکنن، میگن که نگاه کنید در اینترنت در آمریکا نظامی است، بنابراین خب در ایران هم باید نظامی باشه. یکی از اهداف پشت پرده‌ای هم که دارن بحث قاچاق و قمار هست. تصور نکنید هدفشون فقط سرکوب هست، البته حتما یکی از اهداف جدیشون بحث سرکوب هست، منتها یکی از اهداف اصلیشون بحث قمار هست، قاچاق هست. الان خیلی واضح هست، خیلی از این سایت‌های شرط بندی و قماری که در ترکیه فعال هستن، خیلی از این چهره‌هایی که اساساً بعضیشون زندان بودن بعد یهو اومدن بیرون و ترکیه دارن این کارو می‌کنن، اینو نزدیکم به دستگاه اطلاعاتی سپاه خیلی واضح هست. سپاه پاسداران الان از این روش‌ها برای پولشویی داره استفاده می‌کنه. اساساً ما گزارش رسمی داریم مثلا در کانادا که در کانادا از کازینوها دستگاه اطلاعاتی ایران دارن برای پولشویی استفاده می‌کنن. حزب الله لبنان و سپاه پاسداران از کازینوها در کانادا، از قاچاق مواد مخدر حتی. برای می‌خوام بگم این طرح واگذاری اینترنت به نیروهای مسلح طرحی نیست که صرفا فقط اهداف سیاسی داشته باشه یا اهداف عقیدتی، یه طیف بزرگی از اهداف داره. رأسش این هستش که سپاه پاسداران دیگه اون موقع همه چیز کشور در اختیارش خواهد بود، زیر مجموعش این هستش که در حوزه‌های اقتصادی اونجا که منافع مالیش هست، پولشویی، مواد مخدر، قاچاق، قمار، اون موقع دستش خیلی باز خواهد بود. در حوزه‌های سیاسی و امنیتی نفوذ بیشتری خواهد داشت، نظارت مستقیم خواهد داشت، دیگه همه دستگاه اطلاعاتی دیگه باید بیان ناز او رو بکشن. و ظاهرش این هستش که سپاه پاسداران برای مبارزه با هکرها، برای مبارزه با نفوذ دشمن یا برای تامین امنیت ملی داره این کارو میکنه. طرحی هم که قرارگاه در واقع قرارگاه دفاع پدافند غیرعامل داد هم در واقع باز اجرا کننده یه چیزی هست. برای شما شاهد یک پروژه یا یک رویای هستید که حدود 5 سال هست حداقل دوره به صورت مستمر، البته زیرپوستی دنبال میشه، منتها فکر نمی‌کنم کل اجرا هم در شرایط فعلی داشته باشه. آقای مهتبی آزاد، اگر به بحث فیلترینگ و کنترل اگر بخوایم اشاره بکنیم، پیشتر یه نماینده مجلس گفته بود که درآمد کاسبان فیلترینگ 50,000 میلیارد تومانه. با وجود اما همین فیلترینگ، باز هم جمهوری اسلامی نتونست حریف حضور ایرانیان در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی بشه، به نوعی شکست خورد. فکر می‌کنین حضور نیروهای اطلاعاتی میتونه جمهوری اسلامی رو به خواستش برسونه؟ ببین اول خیلی روشن بهتون بگم، نیروهای نظامی و اطلاعاتی ایران در اینترنت نه تنها حضور فعالانه دارن، بلکه حضور بسیار بسیار جدی دارن. حتی شما اگر لایه‌های لوایح مجلس رو نگاه بکنید، مثلا مجلس سال گذشته 2 سال قبل 1,000 میلیارد تومان، تکرار میکنم 1,000 میلیارد تومان، که اون 2 سال پیش تازه قیمت دلار این نبود، گذاشت برای تولید محتوا در اینترنت. ارتش سایبری قرار بود بده به صدا و سیما، که البته بعدا علی خامنه‌ای اعتراض کرد، گفت از توی این پولها فساد در میاد. الان که شما نگاه میکنید، اینترنت یکی از حوزه‌ای است که شما دیگه موازی کاری نمیبینید، بلکه چندین نهاد امنیتی خیلی روشن دارن توش فعالیت میکنن، شروط میکنن، بازداشت میکنن. یعنی یه خانم مثلا در اینستاگرام عکس رقص، ویدیو رقصش رو میذاره. ببینید مرکز جرایم سایبری سپاه پاسداران هست، پلیس
پرتاب هست، وزارت اطلاعات دستگاه اطلاعاتی هستن، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست، یک دوجین نهادهای اطلاعاتی موازی هم هستن که همه هدفش این هستش که این خانم رو مثلا بازداشت کنن یا کنترل کنن یا پیداش کنن یا از این جور چیزا. نمیخواستم واسه خودم یه خاطره براتون بگم که بعضی وقتا اینها نهادها چه پول عظیمی هزینه میکنن برای یک کاری که کار خیلی ساده است. من مثلا موقعی که بازداشت شدم مدیر یک خبرگزاری بودم، تلفن شماره تلفن من تو اون قسمت about us درباره ما توی وبسایت بود، توی خبرگزاری تلفن من اونجا بود. خب ولی اینها نرفته بودن اون قسمت رو ببینن، رفته بودن یه دور شمسی قمری زده بودن، سرور ما رو در کانادا پیدا کرده بودن، از طریق اون سرور مدیر فنی ما رو پیدا کرده بودن، نصف شب ریخته بودن تو خونه مدیر فنی که شماره تلفن من رو بگیرن، در حالی که تو اون وبسایت بود. زمینی که من در وزارت ارشاد و خبرگزاری ثبت شده بودم، من مدیرش و شماره تلفنم در وزارت ارشادم بود. یعنی میخوام بگم اساسا نه تنها موازی کاری، بلکه اصلا یک صنعت، یک تجارت شده. برای من دستگاه نظامی امنیتی همین الان هستن، اونها پروژه امنیتی اجرا میکنن، نیروهای مخالف رو به هم میندازن، پروپاگاندا میکنن، دیس انفورمیشن پخش میکنن. اون چیزی که الان صحبتش هست این است که اساسا کل این موضوع در اختیار نهادهای نظامی قرار بگیره، یعنی دیگه سپاه صاحب همین چیزها بشه، که این اساسا فکر نمیکنم نه تنها ممکن باشه، اگر هم اساسا ممکن باشه یقینا به نتیجهشون نخواهند رسید. یقینا تکرار تجربه مثل کره شمالی در ایران غیر ممکن خواهد بود، هم به خاطر جامعه ایران، هم به خاطر مخالفت های جامعه جهانی. منتها خب این نوندونی خوبی، یه درآمدزایی خوبی خواهد شد، مثل داستان تحریم ها. تحریم هم یک نوندونی خوبی شده برای سپاه، مخالفت با آمریکا هم همچنین، اینترنت هم احتمالاً همچین برنامه‌ای براش داره.